گرامی داشته میلاد عیسی مسیح علیه السلام. شرکت خانم مریم رجوی در مراسم نیایش کریسمس در کلیسای اعظم پونتواز در فرانسه. جمعه شب 3 دی ماه 24 دسامبر 2021 به مناسبت سال روز میلاد عیسی مسیح علیه السلام، پیامبر بزرگ خدا، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مراسم دعا و نیایش کریسمس در کلیسای اعظم پونتواز با حضور اسقف پونتواز، مرکز استان والدواز که مقر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه در آنجا واقع است، استانیسلاس لالان شرکت کرد. اسقف لالان و کشیش کلیسا از حضور خانم رجوی و هیئت همراه در این مراسم استقبال کردند. Bien-aimés, vous qui venez de Pontoise, vous qui venez d'Auvergne ou de plus loin, qui rejoignez peut-être des membres de votre famille en cette nuit, soyez dans cette église mère du diocèse les bienvenus. سپس مراسم کریسمس با نیایش‌ها، خواندن اشعار و سرودهای مذهبی و نواختن ارگ ادامه یافت. در این مراسم خانم مریم رجوی ضمن ادای احترام در برابر تندیس حضرت مسیح علیه السلام و مریم عذرا سبد گل گذاشت و با روشن کردن شمع برای شفای عاجل بیماران مبتلا به کرونا در ایران دعا کرد. اسقف لالان در نیایش خود ضمن خیر مقدم به حضار و هیئت مقاومت ایران عید میلاد مسیح را تبریک گفت. Voilà que le Messie est né dans la nuit de notre monde comme un cadeau, comme une tendresse pour notre humanité. Cette humanité en souffrance, en attente de paix et d'espérance, en attente de justice, de fraternité, de vie et d'amour. Alors nos actes quotidiens les plus modestes, limités, nos engagements, nos efforts pour le partage prennent alors tout leur sens, et notre prière aussi. Si nous croyons que cet enfant, couché dans une mangeoire, est vraiment le sauveur de tous les hommes, alors c'est un appel à nous engager dans ce chemin de l'amour du frère. Nous n'avons pas besoin de démontrer les choses, seulement témoigner que l'amour est plus fort que tout. خانم مریم رجوی سپس یک جلد کتاب لیست شهیدان مقاومت ایران را به اسقف لالان تقدیم کرد. و ضمن تهنیت میلاد مسیح از مسیحیان خواست برای آزادی و پیروزی مردم تحت ستم ایران
و زندانیان سیاسی ایران دعا کنند.